این هفته تهران میزبان یک فستیوال استثنایی بود، فستیوال سیب زمینی. به مناسبت مبارزه با فقر و گرسنگی، سازمان جهانی خواروبار کشاورزی موسوم به فاو سال 2008 را سال سیب زمینی نامگذاری کرد. بدین ترتیب سازمان خیریه محک بازار سیب زمینی را به منظور جلب کمک‌های مردمی برای ادامه فعالیت خود برگزار کرد. محک دو دهه پیش به همت مادری که با بیماری و مشکلات کودک سرطانی خود دست و پنجه نرم کرده بود، برای کمک به کودکان سرطانی زیر 14 سال آغاز به کار کرد. در سالهای نخستین فعالیت مؤسسه محک، اعضای آن ضمن فعالیت در بخش خون 7 بیمارستان در تهران با سیل جدیدی از تقاضاها روبرو شدند و تصمیم به تأسیس بیمارستان فوق تخصصی سرطان اطفال گرفتند و 4 سال پیش موفق به راه اندازی بیمارستان محک در دارآباد تهران شدند. محک با 9 بیمارستان دولتی و غیر دولتی همکاری دارد و چنانچه کودکی سرطانی به یکی از این مراکز مراجعه کند که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نباشد، محک او و تمامی اعضای خانواده وی را بیمه خواهد کرد. طبق وبسایت محک، این مؤسسه علاوه بر پرداخت هزینه‌های درمانی شامل دارو، بستری، عمل جراحی، شیمی درمانی، هزینه‌های غیر درمانی از جمله هزینه رفت آمد را نیز می‌پردازد. از آنجا که حدود 60% کودکان تحت حمایت محک از شهرستان‌ها به تهران می‌آیند، در صورتی که حال کودک تحت درمان مساعد نباشد، با آمبولانس و یا هواپیما به محل سکونت برگردانده می شود. محک از بدو تأسیس تا کنون 11,000 کودک مبتلا را تحت حمایت قرار داده است. همچنین در 2 سال اخیر قریب به 7,000 بیمار از خدمات این مؤسسه بهره مند شدند.